برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دولت عراق یک بار دیگر خواستار بسته شدن اردوگاه سنی های تندروی داعش موسوم به اردوگاه الهول در شمال غرب این کشور شد. مقام‌های مسئول در دولت عراق باقی ماندن این اردوگاه را زمینه‌ای برای ایجاد و تربیت نسل جدید داعش عنوان کردند که در آینده ظهور خواهد کرد. در همین راستا قاسم العرجی دبیر شورای امنیت ملی عراق ضمن مطرح کردن این درخواست گفت ابقای اردوگاه الهول به منزله مدرسه‌ای برای تربیت نسل جدید داعش خواهد بود. روزنامه الکترونیکی دیکان هیرالد که رسانه هندی به شمار می رود با انتشار خبری از نابود شدن یک گروه سنی تندروی تروریستی که مسئول حملات ضد شیعی در پاکستان بود خبر داد. این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت نیروهای امنیتی پاکستان روز شنبه 23 دسامبر 2023 میلادی به مقر اصلی این گروهک سنی حمله برده و ضمن کشتن تعدادی از اعضای آن از جمله رهبر این گروهک تعدادی از اعضا را بازداشت کردند. این گروهک از شاخه های تحریک طالبان پاکستان به شمار می رفت که در دو سال اخیر چندین عملیات ضد پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرهای مختلف پاکستان مرتکب شده بود.